من هم خداوند بخشاینده و مهربان با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان شریک سازید. تلویزیون یک فضل احمد معنوی یکی از اعضای ارشد دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است که این دسته از روند انتخابات بیرون شده است. او در صفحه تویتر خود نگاشته است: ما از روند بیرون شدیم. نه نهاد به نام کمیسیون نزد ما مشروعیت دارد و نه هم نتیجه را که اعلان می کند. دلایل عدم مشروعیت هم از هرالمنن شمس است. گذشت زمان به همه این بیعدالتی ها پاسخ می دهد. این در حالی است که اعلام نتیجه نهایی انتخابات اشرف غنی پیروز شد. کمیسیون انتخابات سرانجام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و بر بنیاد آن اشرف غنی با به دست آوردن 50.64% برنده این انتخابات شده است. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز سه‌شنبه 29 دلو هنگام اعلام این نتایج گفت که این کمیسیون مطابق لوایح و طرز العمل‌ها عمل کرده که بر بنیاد آن اشرف غنی 923592 رای را از مجموعه 1823948 رای معتبر به دست آورده و برنده این روند شده است. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات دکتر عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری 720741 رای که معادل 39.52% آرا می شود را به دست آورده و بازنده این انتخابات است. دیگر نامزدان نیز هر کدام کمتر از 10% آرا را به دست آوردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون با توافق کامل فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را تطبیق کرده است. او افزود که پس از تفتیش ویژه 98.7% محلات مربوط به 137,000 رای معیارهای لازم را تکمیل کرد و به تمام این آرا اعتبار داده شد. این آرا از جمله آرای جنجالی خوانده می شد که تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله آن را غیر معتبر می خواند. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد. نتایج ابتدایی آن در تاریخ اول جدی اعلام شد و در آن نیز اشرف غنی 50.64% آرا را به دست آورده بود. پس از آن کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تا 16 دلو مصروف رسیدگی به شکایات ابتدایی و استنافی بود. این کمیسیون در 16 دلو فیصله هایش در مورد 300,000 رای جنجالی را اعلام کرد. بر اساس این تصامیم بیش از 1,700 محل رای‌دهی به تفتیش ویژه و بازشماری مجدد رفت. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.